چرا فکر میکنی مهمه که یک ایمانداری که رشد کرده هر روز خدا رو بپرسته، خدا رو ستایش بکنه؟ از تجربه خودتان چه درسی هست تو این؟ چه میشه وقتی این کار نمی کنید؟ شادی فقط در دائما در خداونده. آفرین. فقط وقتی که ما به غم زده میشیم یا نگران میشیم، بله، وقتی که دعا که میکنیم از شادی خداوند میگیریم. بله. و اون در واقع ما خودمون رو باید عوض بکنیم. بله. با دعا کردنمون. بله. هیچ موقع اراده خداوند رو نمیتونیم عوض کنیم. درسته. و این میشه که ما شاد میشیم. درسته. و خداوندی داریم که خداوند بخشنده است. آمین. و اون شادی رو به ما میده. آمین. چون آمین. به وجود میخواهیم ازش میخواهیم و اون به ما میده اون شادی رو. بله. و اون افکار قدیمی که نگرانی خود ما رو از ما میگیره. بله. با دعا. اونطوری که شما صحبت میکنه من حس میکنم که مسیحیت اصلا دین و مذهب نیست. نه نیست. یه اعتباد شادی. زنده. بله دقیقا. یه دوستیه. محبته. محبته. یعنی هیچ جای کلام هایی که خب من تا اینجا که کلام رو خوندم هیچ جاش از همیشه از صلح صحبت میکنه، دوستی صحبت میکنه. بله. و بخشش صحبت میکنه. بله. هیچ جایی از جنگ و یا نه به قول معروف کینه و همیشه در کلام میگه ببخشید تا بخشیده شید. آمین. از فروتنی صحبت میکنه. آمین. من این برداشتی بود که من کرده بودم. آفرین. تو این شما چه فکر میکرد؟ یعنی پرسته ستایش هر روز برای شما مهمه؟ حتما مهمه. بله. وقتی که یه تجربه از زمانی که صبح پا میشیم برای خداوند دعا میکنیم با خداوند، روز خوبی و روز شادی رو داریم. اما روزی که تنبلی میکنیم میخوابیم، نمیخوایم بلند بشیم. شما که کارو نمیکنید تنبلی نمیخوایی میخوابیم. خب درسته، خوب قشنگ گفتی که شروع روز را با مسیر درست شروع میکنی. بله. خدا رو شکر. و ستایش و پرسته. شما چیزی بخواه اضافه کنید؟ نه، همین. شما تایید میکنی هر بار دعایی که میکنیم آرامش و شادی به آدم میده. بله. میدونی وقتی که ستایش میکنیم خدا را، توجه ما روی خدا خواهد بود نه روی محیط. میدونی شکرگزاری برای کارهایی که خدا کرده، ستایش به خاطر که خدا کی هست و ما خدا را ستایش میکنیم به خاطر که او خالقه و ما بندهای او و او حق داره که او را ستایش بکنیم. اما ستایش حواس ما، توجه ما را از خود ما را برمیداره و میذاره روی خدا. وقتی که من 10-12 سال بودم، پدرم یه دونه دوچرخه خرید، تبریز زندگی میکردم و من هر وقت سوار میشدم دو پلز میزدم و میافتادم پایین، نتونستم سوار باشم. دوچرخه رو پس دادم به پدرم، گفتم این دوچرخه کار نمیکنه و نمیخوامش. گفت چرا نه؟ گفت لذت داره دوچرخه سواری دیگه، میتونید مثلا برید خیابان بگردید. گفتم روش سوارش هنوز یاد نگرفتم. گفت برو سوارش رو میخواد نگاه کنم چیکار میکنی. وقتی سوار شدم فوری پدرم گفت آها فهمیدم اشکال چیه. گفتم چیه پدر؟ گفت چشمت روی زمینه، باید چشمت بالا بندازید، اون درخت آخر کوچه را نگاه کنید و سری میرید جلو. و واقعا هم درست گفت. وقتی سرم بس کردم بالا، چشمامو زدم جلو، شروع کردم به راحت دوچرخه سواری. میدونی ما انسان ها همیشه حواس ما، توجه ما روی پاهای خود ماست، روی اون چیزی که دور بر ما میچرخه. خدا میگه که حواست به من بذار، چشمات روی من بچسبون و اونجا لذت هایی که در دست راست خداوند، اون لذت ها را میکشی. پس یه هدف ستایش و پرستش این هست که قوت میگیریم از اینکه توجه ما روی خدا هست. وقتی پولس رسول میگه که همیشه شاد باشید، واقعا میگه که همیشه خدا را ستایش بکنید که این شادی رو به دست بیارید. و فکر کنم دومم دلیلی که پرستش و ستایش مهمه، در ستایش و پرستش واقعا حضور خداوند رو حس میکنیم. شما هیچ وقت تو جلسه عبادتی بودی وقتی با اینجا جمع میشیم با هم سرود میخونیم، دو سه تا سرود با هم میخونیم، احساس خداوند رو نمیکنی؟ شادی نمیکنی؟ من بارها شده، الان شما خودتان بگید، من بارها شده با دل شکسته، خسته، غم زده اومدم تو جمع ما و با لبخند محمدی که میبینم، با دل خوشی توید که میبینم، با این شادی ها یه روی تازه میگیرم. شما چطور؟ شما اینطوری؟ بله، دقیقا همینطور. وقتی
بگم از سر از دی یک شنبه ها خوابه دیگه، از خواب بلند میشیم باید بریم برسیم به بریم کلیسا. وقتی میریم خب اولش یه مقدار خسته و بقول معروف چیز هست، وقتی واقعا وقتی من خود من شخصا وقتی سرودا رو گوش میکنم یه آرامش یه نوعی به خودم میبینم، لمس خدا رو اونجا حس میکنه آدم، خاطر اینکه سرودا هم از محبت صحبت میکنه. درسته درسته، از خداوند صحبت میکنه. اما اصلش اینه که در اون سرودا روح خدا جاری میشه و حضور خداوند قوی تر میشه. ما نمیگیم که خدا همه جا حاضره، اما اون توانی تشخیص روح خدا بیشتر میشه برای ما در این جمع. بخواد شما چطوری توی شما میره؟ شما مثل یک باتری میمونیم که میریم شارژ میشیم دیگه. وقتی که با دعا با ستایش شادی و در ما شارژ میشه. نمیدونم که چجوری بگم چون لغات خیلی قشنگ میگی، خیلی خودمانه میگی، ما میفهمیم چی میگی. میدونی الان خود ما هستیم، من همیشه با روح شاد نمیام به این جمع. بعضی وقتا نفسم میگه بابا جمع کن بریم یه سینما ببریم، بریم یه چلو کباب بخوریم. نمیم اگه شما بعضی وقتا یعنی وسوسه میشی. من بعدا فهمیدم که دلیلی که سخت آمدن دور هم جمع شدن اینه که واقعا شیطان نمیخواد ما با هم باشیم، چون میده قدرت ما از اینجا گره. اگه شیطان میتونه ما را از اینجا بکنه و ما را از همدیگه بکنه، ضعیف‌تر میشیم. برای اینکه همیشه من میگم نه، من تعهد دادم، من باید برم بچه رو ببینم، باید برم کلام رو به دست بدم و خود ما را با تعهد و با تصمیم اراده خودم رو بر میدارم میارم اینجا و همیشه برکتم گرفتم. نه اگه شما هم این تجربه رو کردی یا آمین. مثل همون کلام عیسی مسیح مونه که میگه شما شاخه ها هستین، در من بمانید که اگه کنده بشین خشک میشین. آفرین آفرین. و به بینندگان هم تشویق میکنه اگه واقعا شما عضو یک جمعی هستی، یه مشارکت هستی، ترک نکن، بیا دور هم، برکت های زیادی هست و شادی خداوند واقعا بینطوری به دست میارید. جالبه که نه تنها در ستایش و پرستش توجه ما روی مسیح هست، دوم حضور او رو حس میکنیم، اما کتاب مقدس به ما یاد میده که پیروزی های خداوند از طریق ستایش به دست میاریم. یوشع که وارد سرزمین موعود شد، اون شهر اولی را با شمشیر نه آورد این دیوارها را پایین، با ستایش خیلی بن‌بست ها، خیلی مشکل ها حل میشه. اگه اجازه هست من از شهادت خودم یکی بگم و اگه شما هم میخوای اضافه کنی در نظر داشته باشی. من الان 35 سال ازدواج کردم، اما 3 سال ازدواج کرده بودم با خانومم و خانومم بچه دار نمیشد و خیلی ناراحت میشد. ما میرفتیم پیش دکتر و فلان، بالاخره دکتر گفته فکر نکنم که امکان داشته باشه. منم تازه یک کتابی خونده بودم که میگه در هر مورد باید خدا رو ستایش کرد. حالا ما تازه از پیش دکتر آمدیم بیرون، زنم گریه و ناراحت، من میگم بیا شاد باشیم. اصلا از خیلی بهش برخورد، چه شاد باشیم؟ ما الان فهمیدیم که من نمیتونم بچه دار باشم، باید غمزده باشیم. گفتم نه عزیزم، کلام خدا میگه در هر موقعیت خدا رو ستایش بکن. خدا اگر صلاح میدونه که به ما بچه نده، ما تسلیم اراده او میشیم و شادی میکنیم. خب ما اون تو ماشین با گریه و عشق و اینا دعا کردیم و گفتم عیسی مسیح ما تو را دوست داریم، اراده تو را میخواییم و امروز تو را میستاییم، تو را میپرستیم، به خاطر که فعلا این هدیه به ما ندادید و اگر خواست تو باشه که بچه دارم نشیم، جلا به نامتون. بعد این موضوع فراموش شد. 6 ماه گذشت، دیدم زنم صبح بلند نمیشه، میگه شکمم ناراحته، نمیدونم سرم گیجی دارم فلان فلان. بردم پیش دکتر، گفت حامله شدید. و ما تعجب که خود دکترها که گفت نمیشه، اصلا گفتی معجزه شده. گفتیم ببین خدای ما هر کاری که میخواد بکنه میکنه، اما اینجا ما به خاطری که عوض پافشاری بکنیم، به 100 تا دکتر بریم، هر کاری بکنیم که چه اراده خود ما را پیاده بکنیم، دست کشیدن از اون. گفتیم خدایا اراده تو حاکم باشه. و وقتی ستایش میکنیم خدا را، میگیم خدایا اراده تو حاکم باشه. و این برای ما یک شادی خیلی خیلی عزیز شد و اسم پسرم گذاشتم هدیه خدا.
و وقتی کوچولو بود هی میگفت پدر بجان اون داستان تولد من بگو. چون هی بهش میگفتی قرار نبود تو باشی، به پسرم گفتی خدا تو به ما داد. و چقدر اونم لذت میبرد از این جریان. خب شما پیروزی خداوند تو زندگیتان دیدید فکر میکنی در شادی و ستایش خدا؟ هر لحظه زندگیمونو از خداوند داریم و شاد هستیم در اون. و خب خیلی در دعا ما، خب خیلی من خودم به شخصه و همچنین خانومم وقتی دعا میکنیم یا یه چیزی از خداوند میخواییم اصرار نمیکنیم، میگیم اگر به اراده تو هست بشه. و خیلی هاش شده، خیلی خواسته های ما رو برآورده کرده و خیلی هم نکرده. و بازم در اون شاد هستیم که اگر این کار انجام میشد به اراده خداوند نبود، شاید بعدها دیدیم که به ما نداده چه اتفاقای افتاده. بله. و باز خوشحال هستیم که خب خدا رو شکر که اینو به ما ندادی. آمین. بله خدا رو شکر. خب شما چی این تجربه رو کردید در شادی کردن در مقابل سختی ها و خداوند درها رو باز کنه؟ حتی من دیدی تو زندگیتم. بله همه ما دیدیم. و میدونید این پیغام یعقوب بوده. ما فقط یه آیه خوندیم، تمام این فکرهایی که جمع کردیم از روی یک آیه کتاب مقدس بود. ببین چقدر این کتاب مقدس پره، چقدر وقتی میشکافی میری توش و عمیق میری توش چقدر چیزهای عالی هست. و دیدیم که چقدر مهمه که در خدا بمونیم و او رو ستایش بکنیم. و یک علامت خیلی مهمه که علامت رشد ماست در مسیح که ما میتونیم روحیه خود ما را نگه داریم گرچه در سختی ها، در مشکل ها. یکی گفت که یک مسیحی مثل یه توپه، هر چقدر محکم اونو بزنی زمین بیشتر میره بالا. یعنی وقتی که یه نفر واقعا روح مسیح داره هر چقدر سختی هم بدتر باشه، عوضی که اون طرف بشکنه، عوض اون طرف خود باشه یا واقعا لی باشه، اون شخص یک قدرت جدیدتر پیدا میکنه. پولس رسول هم مینویسه که ما وقتی که در با ضعف‌های خود ما روبرو میشیم و قبول میکنیم ضعف‌های خود ما، اونجا کلید قوت ماست. با فروتنی از خدا قوت میگیریم، روی خود ما حساب نمیکنیم. خب امیدوارم که این هفته که از همدیگه دور باشیم، میخوام پیشنهاد بکنم که اولا برای همدیگه دعا کنیم. و میخوام این آیه اولی را اگر میتونی حفظ کنی، روش تفکر کنی. کلام یه چیزی هست که باید تو فکرت بچرخه و شب که بخواب بخوابی دوباره این آیه را به یاد بیار. و اگر دوستی داری، آشنایی داری که واقعا در سختی هست، درسته دلسوز هستیم، درسته میریم پیشش دعا میکنیم، اما این کلیدها را بهش یاد بده که در مقابل سختی‌ها و مشکل‌ها اولین نشانه که من یک مسیحی بالکی هستم میرم تو ستایش، تو پرستش که قوت خدا را به دست بیارم. خب بیا با هم دعا کنیم و این موضوع را بسپاریم به خداوند. و واقعا خوشحال شدم از بودن با شماها و ساعت ها را میشماریم تا هفته بعد. برای من دعا میکنید؟ منم برای شما. خدا شما. خداوند شکر میکنیم برای کلام تو که واقعا یه شمشیر دودم هست، واقعا در دست روح تو قلبهای ما را میبره، فکرهای ما را اصلاح میکنه و ما را یه شخص تازه میسازه. ای خداوند ممنونم برای دوستای عزیزم که دوستای عزیزهام که اینجا با من جمع شدم برای این مشارکت گرم که ما هر هفته داریم. و دعا میکنیم برای اونایی که از طریق تلویزیون با ما شریک هستم و در خونه های خودشان جمع کردن، ای خداوند دستت دراز کن و برکت بده، شفا بده، کمک بده برای اون عزیزان که در سختی ها قرار گرفتن و امروز ای خداوند این کلید رشد روحانی برای اونا آشکار بساز. همه این چیزا به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. آمین. خیلی خوشحال بودیم از بینندگان عزیز که این وقت با ما بودید و امیدواریم هفته آینده با ما باشید وقتی که این کلیسای خانگی ایرانی جمع میشه، شما هم با ما باشید. خدا نگهدار.